انگلستان، فرانسه و آلمان رژیم ایران را در حمله به عربستان مقصر خواندند. جیمز ماتیس: رژیم ایران 4 دهه است خرابکاری و توطئه می کند. شبه نظامیان حوثی به عهده گرفتن مسئولیت حمله به خواست رژیم. رهبران فرانسه، آلمان و انگلستان موافقت کردند رژیم ایران مسئول حملات ماه جاری به تأسیسات مهم نفتی در عربستان سعودی بوده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان در بیانیه مشترکی که فرانسه منتشر کرد نوشتند: برای ما روشن است رژیم ایران مسئول این حمله است. هیچ توضیح دیگری وجود ندارد. رهبران 3 کشور بزرگ اروپایی از رژیم ایران خواستند دست از اقدامات تحریک‌آمیز بردارد. جیمز ماتیس وزیر دفاع سابق آمریکا در واکنش به حملات رژیم آخوندی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی گفت: رژیم ایران کاری را ادامه می‌دهد که برای 4 دهه آن را انجام داده است. وی افزود: این رژیم در 40 سال گذشته یک رژیم بی‌ثبات کننده در منطقه بوده تا تحولات خاورمیانه را به شیوهی که خودشان می‌خواهند پیش ببرند. جیمز ماتیس با اشاره به توطئه سوء قصد به جان سفیر عربستان در آمریکا و حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و قتل نخست وزیر لبنان گفت: این اقدامات رژیم ایران تازگی ندارد. دو مقام عربستان سعودی گفتند طی روزهای اخیر سران شبه نظامیان حوثی به طور خصوصی به مقام‌های این کشور گفتند که آنها نبودند که دست به حملات به تأسیسات نفتی زدند. یک مقام عربستان سعودی گفت: شبه نظامیان حوثی ما را مطلع کردند که آنها عملیات را انجام ندادند و آنها به جدیت موضوع زمانی که رژیم ایران از آنها خواست مسئولیت را بر عهده بگیرند اشراف نداشتند. وال استریت جورنال درباره حمله رژیم ایران به عربستان سعودی گزارش داد. کسانی که با تحقیقات آشنا هستند گفتند متخصصین سلاح در حال چک سیستم جی پی اس به دست آمده از حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان به عنوان مدرک هستند که می تواند فاش سازد مبدأ و مسیر پرواز آنها چه بوده است. سیستم های جی پی اس می تواند به بازرسان امکان دنبال کردن پهپادها و موشک ها به باندهای پرواز یا سکوهای شلیکشان را بدهد که مقام های عربستان سعودی و آمریکایی معتقدند در ایران قرار دارد. رژیم آخوندی مجبور به عقب نشینی و آزاد کردن نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو شد. علی ربیعی سخنگوی کابینه آخوند روحانی روز دوشنبه گفت: مراحل قانونی انجام شده و از این رو نفتکش استینا ایمپرو می تواند مسیر خود را دنبال کند. خاطر نشان می شود نفتکش انگلیسی استینا ایمپرو روز 19 ژوئیه 2 هفته پس از توقیف نفتکش گریس 1 در آبهای جبل الطارق توسط مزدوران سپاه پاسداران در خلیج فارس رو بوده و به بندر عباس منتقل شده بود. جمعی از ساکنان روستاهای قلعه گنج در استان کرمان در اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی سالم و عملی نشدن وعده و وعیدهای دروغین کارگزاران دزد و غارتگر رژیم مقابل استانداری رژیم در کرمان تجمع کردند. تجمع کنندگان بنرها و تراکت‌های اعتراضی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: ما بانوان روستای جمشایی از حمل آب آشامیدنی دیسک کمر و گردن گرفته ایم. 4 روستا، 500 خانوار، 2000 انسان، 3 کیلومتر فاصله تا آب آشامیدنی. 13 سال است هر روز به فاصله 5 کیلومتر آب آشامیدنی را روی سر می کشیم. نه آب سالم، نه کلیه سالم، نه دندان سالم.